اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء و من یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما. گرچه درباره آیه کریمه ول سوف یعطی که ربک فترضا آمده است که ارجاء آیه قرآن کریم همون آیه است، یعنی امید بخش ترین آیات قرآن آیه ول سوف یعطی که ربک فترضا است، زیرا وعده شفاعت میدهد تا اون اندازی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم راضی بشود. ولی حدیث دیگری از امیرالمؤمنین علیه السلام رسیده است که امید بخش ترین آیات قرآنی همین آیه محل بحث است. اون آیه ول سوف یعطی که ربک فترضا راجع به شفاعت است. این آیه و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء راجع به امت است که ولو دیگران شفاعت نکنند، چون آخر من یشفع ارحم الراحمین، آخرین شفیع خداست، خود خدا شفاعت میکند. لذا مرحوم طبرسی رضوان الله نقل کرد که محققون اهل تفسیر این آیه را امید بخش ترین آیات میدانند، زیرا هیچ چیزی شرط مغفرت نیست، مغفرت مادون شرک. خدا خود شفیع است. معنای شفاعتم تو بحثای قبل ملاحظه فرمودید این است که دو صفت از اسمای الهی محکمه را اداره کند. یه وقت است که انسان به محکمه عدل می رود. در محکمه عدل خدا قاضی وصف عدل است. یه وقت انسان به محکمه می رود که هم عدل هم فضل دارن رسیدگی می کنن. خدای عادل متفضل دارد رسیدگی می کند. این که گفته می شود اله اللهم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، یعنی ما را به محکمه ببر که در اونجا هم عدل توست هم فضل تو، و ما را در حسنات برابر با عدل محاسبه بکنید که چیزی از ما کم نشود، حسنی که انجام داده ایم ترک نشود، به حساب بیاید. نوبت به سیئات که رسید با فضل با ما رفتار بشود نه با عدل. اگر کسی به محکمه می رود که قاضی اون محکمه عدل است و فضل، این خیلی امیدوار است، زیرا همه حسنات او محفوظ است، هیچ کار خیری فراموش نمی شود چون خدا عادل است. و سیئات او احتمال بخشش دارد چون با فضل بررسی می شود نه با عدل. الهی عاملنی به فضلک، یعنی در سیئات، ولا تعاملنی به عدلک، یعنی در سیئات، وگرنه در حسنات ما به عدل خدا متکی هستیم. البته در حسناتم اگر فضل ظهور کند یکی را خدا چند برابر اعطا میکند. حد اقلش عدل است که حسنات ما فراموش نمیشود و ضایع نمیشود. لذا امید بخش ترین آیات قرآن کریم همین آیه است، چون هیچی شرط مغفرت نیست. اون آیه سوره زمر که فرمود خداوند همه گناهان را میبخشد، شرطش توبه است و توبه هم بسیار سخت است، و این آیه هیچی شرط اون نیست. وقتی
این آیه نازل نشده بود، کسانی که اهل معصیت بودند در دنبال جنازه او اصحاب می گفتند که این عذاب می شود، برای که گرچه مؤمن بود، مسلمان بود، حسنات فراوانی داشت، اما خب گناه کرده بود، معصوم که نبود. چون گناه کرد برابر آیات تعذیب، اینها شهادت به عذاب او می دادن که این شخص معذب است. وقتی این آیه نازل شد دیگه ساکت شدم، زیرا هیچ کس نمی داند که خدا کرا می بخشد و کرا نمی بخشد. بنابراین شهادت نمی دادن که فرون شخص اهل عذاب است و معذب می شود. از جاهایی که مرحوم امین الاسلام رضوان الله در مجمع البیان خیلی خوب بحث کرد هم اینجاست. این ظرافت ایشون در تبیان مرحوم طوسی در این قسمت نیست، خیلی آیات را خوب جمع بندی کرده است. در شأن نزول این آیه آمده است که وحشی قاتل عموی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت حمزه سید شهدا سلام الله علیه، وقتی اون حادثه را به بار آورد و ناکام موند و وعدهایی که به او دادن هم عمل نشد، این خسرت دنیا و آخرش. آیات الهی که بر او تلاوت می شد این می ترسید بیاید. چند آیه بر او تلاوت شد این جرأت نکرد بیاید. آیه سوره محل بحث که بر او تلاوت شد، این گفت که این قضیه جزئیه بیش نیست، که فرمود و یقفرو ما دون ذالکه لمن یشا. معلوم است که من جزء من یشا باشم یا نه. ولی وقتی آیه سوره زمر تلاوت شد که خدا همه گناهان را با توبه می آمرزد، البته توبه واقعی کرد و آمد مسلمان شد، چون توبه کرد اعمال او بخشوده شد. اون آیه سوره زمر راجع به توبه است و این آیه سوره نساء که در دو جا بازگو شد راجع به بی توبه است، منتها قضیه جزئیه است نه قضیه کلیه. در بحث دیروز اشاره شد به این که خداوند فرمود ما دون شرک را می آمرزد اما لمن یشا. در سوره زمر کلمه ذنوب جمع است، با الف لام هم آمده و با کلمه جمعی هم مؤکد شده که فرمود لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. هم کلمه ذنوب جمع است، هم محلا به الف لام است، هم کلمه جمعی تأکید اوست. در اینجا این گونه از تأکیدات را ندارد، نفرمود و یغفرو جمیع از ذنوب یعنی جمیع مادون را جز اطلاق. البته اگر ما بپذیریم که این هم در صدد بیان شرک است، هم در صدد بیان همه معاصی ما دون شرک، می شود از تعبیر و یغفر ما دون ذالک اطلاق گرفت، یعنی غیر شرک هرچه هست. چه این که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه تو تبیان هم اطلاق گرفتن یا عموم استفاده کردن، یعنی از این جهت مجمل و مبهم نیست. همه گناهانی که غیر از شرک است خدا می آمرزد اما لمن یشا. لذا فرمودن اجمال در من یشاست نه در زن. از کی می بخشد معلوم نیست، اما همه گناهانی که غیر از شرک باشد خدا می بخشد. و یغفر ما دون ذالک لمن یشا. سر این که گفته شد این آیه امید بخش ترین آیه است برای آن است که شفاعت خدا را که ارحم الراحمین است وعده داد. سر این که گفته شد این آیه زمینه اغراب و اغوا و غرور را فراهم نمی کند، برای اینکه آیات دیگر جمع کرده است
فرمود به این که هیچ کس حق ندارد احساس امنیت کند و هیچ کس حق ندارد احساس ناامیدی کند. هر دو را قرآن محکوم کرد. یه وقت است کسی مغرور است، احساس امنیت میکند، مگر دیگر خبری از عذاب نیست، این ممنوع است. این دفعه من فلا یعمر مکر الله الا القوم الخاسرون، اونا که سرمایه را باختن احساس امنیت میکنن، یه امنیت دروغ، چون به قهر خدا ایمان ندارن، به حسب ظاهر به علل و عوامل طبیعی تکیه میکنن و علل و عوامل طبیعی هم که به کام اونهاست، رضا ترسی ندارن. این امنیت دروغین را خدا محکوم کرد، فمود لا یعمن مکر الله الا القوم الخاسرون، اونایی که خود خدا وعده داد، فرمود الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بالظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، اونا در امنیت هم. ولی هیچ کس اطمینان ندارد تا آخر به همین این وضع میماند. خدا وعده امنیت به مؤمنین داده است، اما هیچ مؤمنی جزم به امنیت خود ندارد. پس اونها که خود را در امن میبینند یه امنیت دروغین است، و کسانی که خاسرند خود را در امن احساس میکنند. از اون طرف هم فرمود هیچ کس حق ناامید شدن ندارد و کسانی که ناامیدن گمراهند، و من یقلت من رحمت ربه الا الضالون. پس از اون طرف راه بسته است که کسی احساس ناامیدی کند، از این طرف هم راه بسته است که کسی احساس امنیت کند که هیچ خطری او را تهدید نمی کند. قهرن بین الخوف و رجا به سر می برد، بین اون ناامیدی و بین این احساس امن به سر می برد، یعنی هم احتمال خطر می دهد هم احتمال ظفر می دهد، می شود بین الخوف و رجا. این بین الخوف و رجا وصف ممتاز مؤمن است که خداوند از مؤمنین به این وصف پسندیده یاد کرد، فمود یدعون ربهم خوفن و طمعا، هم حراسناکن هم امیدوار. حالا اون آیاتی که ناامیدی را محکوم می کنند، نه با شرط است، این شرط را پذیرفت. این امید هست، اما چون شرک داشت، شرک را که نمی بخشد خدا، ما دون شرک را هم می بخشد لمن یشا. حالا اگر کسی از شرک صرف نظر کند، گناهان دیگر چی؟ گناهان دیگر لمن یشاست، مگر که توبه کند. اگر کسی اون هنر را دارد که توبه کند، از همه گذشته ها بیرون می آید، به اونها را ترمیم می کند و مشمول آیه سوره زمر می شود. حالا اگر کسی توبه نکرد یا اون هنر را ندارد توبه کند، یعنی مصمم بشود که دیگر بار این کار را نکند و نسبت به گذشتهم شدیداً نادم باشد و ترمیم بکند، حالا ای کسی به اینجا نرسید به رحمت حق امیدوار است. اونها هم این چینند، منتها اونها از جهنم نمی ترسند و به بهش امیدوار نیستن، اونا از هجران خدا هراسناکن، به لقای خدا امیدوارن، که در دعای کمیل آمده است که هبنی صبرت علی حر النار که کیف اصبر عن النار الی کرامتی، که اونا هم خوف و رجا دارن، منتها نه خوف از نار یا رجایی به بهشت، اونا خوف هجران حق و رجای لقای حق دارن. بر تقدیر در سوره هجر آیه 56 فرمود و من یقنت من رحمت ربه الا الضالون، که قنوت
و ناامیدی را در این آیه وصف ضالین دانسته است و محکوم کرده است. در سوره مبارکه اعراف امر را هم وصف خاسرین دانست. آیه 99 سوره اعراف این است که اف امنوا مکر الله فلا یأمنوا مکر الله الا القوم الخاسرون. کسی که میگوید هیچ قدرتی نیست که ما را زیر رو کند، این خسارت دیده است، سرمایه را باخت، چون قدرتی فوق خود معتقد نیست و همه شرایط طبیعی را هم در اختیار خود دارد. این احساس امن میکند، یه امن دروغ. لذا اون که خود را در امان میبیند، اون سرمایه توحیدی خود را باخت. فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. از این دعای معلوم می شود به این که مؤمن بین اون دو وصف به سر می برد و با این دو وصف زندگی می کند، یعنی نه ناامید است نه مغرور، بلکه با ترس و امید به سر می برد. یدعون ربهم خوفا و طمعا خواهد بود. منتها آیاتی که وعید را به همراه دارند دارای درجاتی است، و آیاتی که وعده را به همراه دارد اون هم دارای درجات است. از بهترین آیات و امید بخشترین آیاتی که وعده را به همراه دارد همین آیه محل بحث است. در قبالش آیات دیگری است که تلخترین وعید را هم به همراه دارد. توبه را داشته باشن که امیدوارترن، اما کاری کردن، توبه کار سنگینی است. این آیه چون این مطلق است و مشروع، بسیار خوب، اون با توبه است. توبه کار سنگینی است. آدم یه چیزی میگه توبه، روزم میگه استغفر الله و اتوبه الیه، وقتی هم که بار دوم مبتلا بشود مثل بار اول تم به تباهی میدهد. توبه کار سنگینی است. اکثری ما به مغفرت تکیه میکنیم، استغفار همین است. البته توبه چیز واجب است، واجب فوری هم هست، و اگر کسی توبه کرد که یوم ولدت و امه است، اما طوریست بالاخره انسان گناه را یک سم بداند و دیگر باره نکنه. در همین سوره مبارکه نساء چند آیه است که ابن عباس میگوید این 8 آیه‌ای که در سوره نساء است برای مؤمنین بهتر از همه چیزهایی است که آفتاب بر او طلوع میکند. یکی از اون 8 آیه‌ای که برابر استنباط ابن عباس برای مؤمن از هر چیزی که آفتاب بر او طلوع می کند بهتر است، همین آیه است که به یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، که در دو جای همین سوره مبارکه نساء مطرح شده است. هر کسی احتمال می دهد که بخشوده بشود. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یکی از اون آیات 8 که باز در همین سوره مبارکه نساء است و امید بخش است، آیه 31 است که قبلا بحث شد. اون این تجتن بو کبائر ما تنها و نعن نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. این مشروط است، اونم در خصوص صغیره. فرمود اگه شما گناهان کبیره را مرتکب نشوید، ما گناهان صغیرتون را میبخشیم. خب کیست که مطمئن باشد گناه کبیره نکرده است؟ اون یه روزنه امید است، اون هم البته موجب کلیه است. هر کسی
گناهان کبیره را مرتکب نشد از گناهان صغیره او بخشوده می شود. این هم تجویز ارتکاب سیئات صغیره نیست، برای اینکه کسی تا الان بر فرض گناه کبیره نکرد، از کجا تا آخر عمر مبتلا نمی شود. و این آیه 31 سوره نساء همونطوری که قبلا بحث شد ناظر به اون جمع‌بندی هنگام محاسبه است. فرمود در هنگام جمع‌بندی محاسبه اگر کسی به محکمه عدل خدا بیاید و در نامه اعمال او گناه بزرگ ثبت نشده باشد، گناهان کوچکش بخشیده می شود. خب کی اطمینان دارد که تا آخر عمر، حالا برفرض تا الان هیچ گناه کبیره‌ای نکرد، تا آخر عمر اصلا گناه کبیره نمی کند؟ لذا اون آیه 31 هم به کسی اجازه ارتکاب گناه صغیره نمی دهد. چون اگر کسی جزم داشته باشد که تا کنون هیچ گناه کبیره نکرد و تا آخر عمرم هیچ گناه کبیره نمی کند، یه همچه آدمی تن به سیئات صغیره هم نمی دهد. اون وقت می توان گفت بالاخره این آیه نسبت به او تجویز را به همراه دارد، ولی این چنین که نیست. غرض آن است که آیه 31 سوره نساء درباره خصوص سیئات صغیره است، اونم به شرط پرهیز از کبائر. آیه سوره زمر به شرط توبه است. تنها آیه‌ای که هیچ شرطی ندارد، فقط خدا را به عنوان آخر و من یشفع ارحم الراحمین معرفی میکند، همین آیه است. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، چه این که عذاب هم لمن یشاست. در سوره مبارکه بقره قبلا بحث شد که تعذیب هم به مشیت اوست، مغفرت هم به مشیت او. آیه 284 سوره بقره این بود که ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله علی کل شیء قدیر. شما اونچه که در دل دارید خدا حساب میکند، اونچه را که اظهار کردید خدا حساب میکند. ممکن است بعضی از امور در فقه اصغر سیئه تلقی نشود، مثل این کسی که همت کرد، قصد کرد، تصمیم گرفت، اراده کرد که گناه بکند ولی حاصل نشد، گفتن یه تجری بیش نیست، اون فعل خارجی معصیت است، او انسان را از عدالت بیرون میبرد. فقه اصغر درباره همین مسائل سخن میگوید، ولی بحث های تفسیری و کلامی باید دید بازتری به نفس و خاطرات نفس و اعمال و حسنات و سیئات می نگرد. در چند جای قرآن خدا فرمود به این که اون چیزی که در دل دارید خدا حساب می کند. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. خب اون خاطراتی که در ضمیر انسان می گذرد، می برد کسی از دوستان و پیشرفت کرده است نگران است، ولو این حسد را اظهار نمی کند تا بشود معصیت فقهی، اما خوشش نمی آد، بدش میاد، همین را خدا حساب میکند، خیلی از فیوزات و برکات را از او میگیرد. خب هر دوی ماها داشته باشیم که بهتره، که کم که نمیاد. لذا گفتن اگر کسی از رقیبان یا رفیقان شما به جای رسیدند و پیشرفت کردند و در ذهن شما یه خاطره خطور کرد که چرا او این خیر را پیدا کرد، برای او طلب مغفرت بکن، تعالی درجه مسئله بکن، بگو خدا یا چندین برابر خیر به او بده، به ما هم بده که ما بشیم دو تا فرشته. خب این همه خیرات را فرملائکه با هم دارن، مگه نگرانن؟ آدم هرچه بالاتر باشد راحت تر زندگی میکنه، نه از درون خود از خودسوزی آسیب میبیند، نه اون رفیق و رقیب او به او صدمه وارد بکند، چون او هم به خیرات رسیده است، خودش هم که ترقی کرده، باید بهش را به همراه دارد. تو همون بیان نورانی است رسول صلی الله علیه و آله و سلم که بحث امیر المؤمنین علیه السلام فرمود انا مدینة الحکمه و هی الجنه و انت یا علی و بابها. این خیلی لذت و افرا به همراه دارد. در حدود 27
28 یا 30 حدیث نورانی در این زمینه است که انا مدینه العل و علیون بابا. اینها یک بیان در همین سیاق روایاتی که مرحوم صدوق رضوان الله نقل کرد، بعض از روایاتم این تعبیر دارد که انا مدینه الحکمت و هیل جنتو و انت یا علی و بابا، من شهر حکمتم و حکمت بهشت است و ای علی تو در این بهشتی، یعنی الان من تو بهشتم و الان تو دربان بهشتی. حالا حکمتی که خدا به لقمان داده است، معرفت خدا و توحید خدا و اسما و صفات خدا و نبوت و رسالت و معاد و احکام و حکم ایرا، اینا هم حکمت است دیگر. یک حکیم، نه حکیم مصطلح، حکیم به اصطلاح قرآن کریم، یک حکیم در بهشت زندگی میکند. الان هم تو بهشت است، راحت است، نه به کسی بد میکند و نه از ترقی کسی رنج میبرد، خب راحت است دیگر و زندگی برای او شیرین است. اگر کسی این امور را نداشت، خب تحت محاسبه الهی است. فبود ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. خیلی از مواقع است که انسان میبیند مدت ها زحمت میکشد ولی بالاخره چیزی نشد و نمیشود، دیگه نمیداند چوب کجا را میخورد. که اگر ما از درون مشکلی نداشته باشیم، بیرون محضوری نداریم، ما هر کسی به هر جایی رسیده است ما شاکر باشیم، برای اینکه بالاخره نعمت هست دیگه. وقتی شاکر بودیم و برای او مزید درجات طلب کردیم، خود ما همشم یک فرشته. عدد فرشته ها را که غیر از خدا کسی نمی داند، اینا در کمال امن و رفاه زندگی میکنن، دیگه به جان هم نمی افتن که. بهترین زندگی را ملائکه دارد. همین انسان میتواند اون راه ها را طی کند. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در یکی از این رساله هاش نقل کرد، مرحوم کلرین رضوان الله علیه در روضه کافی نقل کرد که اگر انسان راه راست را طی کند، لصافحت هم و لصافحت کمول ملائکه، ملائکه با شما مصافحه میکنند. و یه راه خوبیست دیگر. به هر تقدیر خاطرات انسان در محاسبه الهیست. اما کرا معذب می کند و کرا مشمول رحمت قرار می دهد، هر دو مشیت او بسته است. فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله علی کل شیء قدیر. خدایی که حکیم است، مشیت او حکیمانه است. یکی از جمله های نورانی صحیفه سجادی امام سجاد سلام الله علیه است که اونقدر خدا حکیم است که هر کسی هر وسیله‌ای بخواهد به کار ببرد که حکمت خدا تغییر کند ممکن نیست. در اون دعا عرض میکنند یا من لا یغیر حکمته الوسائل، ای خدایی که جز حکمت چیزی نداری و هر کسی هر وسیله‌ای ارائه کند که شما معاذ الله یک کارتون برخلاف حکمت باشه، نیست. اگر شفاعت هست، اگر توبه است، اگر اشک و آه و ناله است، همه اینها باعث می شود که خدای حکیم بر مجرای حکمت کار را انجام بده. گاه می بینید یک کسی می نالد، متوسل می شود، زجه ها می کند، ناله ها می کند، از زید و عمر دعا التماس می کند که به یک مقصدی برسم. این مقصد به سود و صلاح او نیست. این شخص هر وسیله‌ای که گرفته است، اربعین گرفت، روزهای مستحبی گرفت، نمازهای مستحبی خوند، زیارتها رفت، نشد. این نمی‌داند به سود او نیست. چه می‌داند؟ مثل یک کودکی که با اشک و گریه و ناله از مادرش غذایی طلب می‌کند که این غذا برای او زیانبار است، ضرر دارد برای او. خب با خلوص این بچه می‌خواهد، واقعا هم میخواهد و ناله ها هم میکنند و شیون میکشد، خب مصلحت نیست به اون نمیدهند دیگر. این جمله نورانی دعای افتتاح که ولعل الذی ابتع عنی هو خیر لی، یعنی خدایا خیلی من چیز خواستم تو ندادی یا تأخیر کردی، ابتاع کردی، شاید اون ابتاع خیر بود برای من، من نمیدانم. اینه که آدم خیلی از چیزها را میخواد، مخلصاً هم میخواد، نه اینکه در خواستن کوتاهی بکنه و
ولی به اون نمیرسد. ادب خواستن این نیست که ما بگیم خدایا فلان چیز را به من بده، باید بگیم خدایا خیر به من بده. ما که نمیدارم اون چیز خیر ماست که، خیلی از چیز هاست که وقصا هم توحب و شیعن با بشر رو لکن. ما نه از مقدمات کار با خبریم، نه از مؤخرات کار با خبریم، نه از همراه های اون کار با خبریم. و بعد چیزی که محفوف به جهات جهل است، این رو به خدا پیشنهاد میدیم که ما این رو بده. ولعل الذی ابتاع عنی هو خیر لی لعلمی که به عاقبت الامور. لذا هیچ کسی نمیتواند بگوید چون برابر با مشیعت است، معاذ الله او به دلخواه کار میکند، مشیعت او عین حکمت اوست. پس فیغفر لمن یشاء حکیما و یعذب لمن یشاء حکیما. هم مشیعت او درباره مغفرت با حکمت است، هم مشیعت او درباره عذاب با حکمت، و انسان را بین این دو وصف نگه می‌دارد. فیغفر لمن یشاء و یعذب لمن یشاء و الله علی کل شیء قدیر. هیچی هم جلوی مشیعت او را نمی‌گیرد، چون مشیعت او قاهر است. مطلب بعدی آن است که این که فرمود یغفر لمن یشاء، بعضی ها اصلا از منطقه رحمت بیرونن، چون حکمت خدا این چنین ترسیم کرده است. مثل این که منافقان، کافران، اونا که گرفتار شرکن، نه مادون شرک، مادون شرک را به دنبال شرک دارن، درباره اونها ولو وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم شفاعت کند، باز خدا نمی آمرزد. با اینکه قرآن کریم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به عنوان یک شفیع رسمی معرفی کرد، فرمود ولو انهم، یعنی این کافران که تبهکارن، جاؤو که واستغفروا لذنوبهم و تو هم برای اونها واستغفرت لهم لوجد الله توابا رحیما. اگر تبهکاران بیاین به سراغ تو استغفار بکنن، تو برای اینها طلب مغفرت بکنی، خدا اینها رو میآمرزه. شرط اصلیش توبه اینهاست از شرک و گناه. منافق و همچنین کافر چون اون شرط اصلی را انجام نداد، اگر وجود مبارک پیغمبرم صلی الله علیه و سلم برای اونها استغفار کند و 70 بار هم طلب مغفرت بکند، بی اثر است. چون اینها به جای رسیدن سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اگر کسی به جای رسید است که هیچ حرف در او اثر ندارد، هیچ استغفار بلو استغفار پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره اونها اثر ندارد. چون که آیه 6 سوره منافقون همین است، همون سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر لهم، لن یغفر لهم، که لن برای نفی تأکید است نه تعبید. البته مشابه این مضمون در سوره مبارکه توبه هم هست. فرمود به این که آیه 79 و 80 سوره توبه است که استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر الله لهم ذلک بانهم کفروا بالله و رسوله و الله لا یهدی القوم الفاسقین. این چنین است. پس استغفار ذات اقدس اله محدود است. مطلب دیگری است که در قرآن کریم مغفرت منحصر شد به خدا که و من یغفر الذنوب الا الله، غیر از خدا احدی غافر نیست، هیچ کسی گناه را نمی بخشد مگر ذات اقدس اله. این و من یغفر الذنوب الا الله در آیه 135 سوره آل عمران بود که گذشت، یعنی جز خدا احدی غافر نیست. این درباره گناهان نسبت به حق، اما گناهانی که مربوط به حق و ناس است، کسی نسبت به کسی بد کرده است، حق کسی را گرفت، اینجا البته غفران به عهده صاحب حق است. چه اینکه در سوره مبارک شورا وقتی مؤمنین را می ستاید می فرماید مؤمنین کسانی هستند، که آیه 37 سوره شورا این است که به ازا ما غضبوا هم یغفرون، اگر نسبت به کسی غضب کردن او را می بخشن. این بخشش از حق خود آدم است.
وگرنه اون گناه شرعی را جز ذات اقدس اله احدی نمی بخشد و او هم که می بخشد بر اساس حکمت است. والحمدلله رب العالمین.